با هم یه خط دیگه ای داشته باشیم. محمد رضا جان روی خط هستی عزیزم. متشکرم خواهرم عزیزی، بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود عزیزم خدمت. درود بر شما. چه شاتون؟ جانم. خدمت خواهر عزیزم، خواهر مامونیرم درود عرض می‌کنم. ممنون. من چندین ساله که با شما در تماس نبودم، یعنی متأسفانه به علت مشغله کلینیک ایجاب کردم موقعیتم. بله بله. ولی می‌خواستم یک شهادتی بدم خدمتتون. بفرمایید. دیگه چند وقتی که پیگیرم که پیداتون کنم. تونستم پیداتون. الان تونکی هستم و یک ماهی که دارم دنبالتون می‌گردم و هیچ کس متأسفانه نداشت شماره‌تون رو، هیچ اطلاعی نداشت تا اینکه بالاخره پیداتون کردم. متأسفم. خوشحال هستم. همچنین شما، مرسی. جانم. بفرمایید. متشکرم. خداحافظ. بله چشش عزیز، اول خدا رو شاکرم به خاطر وجود خودش و دوم به خاطر وجود شما. سپاسگزارم همچنین شما. نه خواهش میکنم، من داستان نویس نیستم، نمیخوام داستان دارتون برای شما که نه، برای اون میگه کسایی که دارن تماشا میکنن برنامه شما رو، از دانی که تماشا میکنن و فکر میکنن من پولی گرفتم، نه نمیدونم قرار پولی بگیرم. نه عزیزم نیازی ندارم به این چیزها. خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود خودش و خاطر پیدا از خاطر برکت هم روزانه روزانه‌مو داره به من میده. سپاسگزارم. خواستم عرض کنم که 5 سال پیش من خانم 12 سال پیش که ازدواج کردم، خانمم مسلمان بود، من موقعی ایماندار بودم ولی خانمم مسلمان بود و خیلی هم سخت و سخت تا اینکه بچه دار نشدیم و خیلی رفت دکتر، خیلی رفت دکتر، یک دکتر که جواب نگرفت متأثر شد امامزاده ها و به نمیدن سحر و جادو و جادو جنبل و خرافات و از این حرف ها. هر کم گفتم نکن فایده نداشت، گفتم بذار بره دیگه، چیکار چاره نیست دیگه، مجبور شدم بشینم و تماشا کنم. درست. تا اینکه ایماندار شد و به فیض خداوند کشیدن هم عزیز های نجات شخون خدا ریشد. یه شب اتفاقی تماس گرفت با شما بردر راست عزیز و از حضرتون درخواست دعا کرد. ایران بودیم اون موقع. شما زحمت شو کشیدیم براش دعا کردیم. خواهش من. دعا کردیم و این قضیه گذشت و این قضیه گذشت و بچه دارم نشدیم ما. 5 سال الان از اون تاریخ داره میگذره. 5 سال از اون تاریخ میگذره. درست. اومدیم ترکیه و بعد 2 سال ما که نه دکتری رفتیم نه چیزی، همینجور خودمون و خوب عبادت روزانه خودمون رو داشتیم، صبح رازگاهمون رو داشتیم و خودمون دعا میکردیم. درست. تا اینکه دودودن 2 ماه پیش یه شب من خواب دیدم، خواب اون برنامه شما که دقیقا یادم، خانمم با شما داشت صحبت میکرد، گفت که شما فرمودین که آخر دعاتون فرمودین که خواهرم با ایمان برات دعا کردم، با ایمان دریافت کن. آمین. من خیلی صبحش تعجب کردم که خدایا این چه خوابی بود، چرا خیلی کشیشتون عزیزم. من بعد از 5 سال خواب دیدم اونم این شرایط و اینها. خدایش برای مسیح. تا اینکه قلب خودم درد گرفت و رفتم دکتر، داستان ببخشید سردم درد میاره. خواهش. قلب خودم درد گرفت، رفتم آنژیو کردم، گفت فایده‌ای نداره، باید بایپاس کنی، عمل باز عمل کنی و اینها. تا اینجا که تا اینکه اونجا که به خانمم گفتم، خودم حالش به هم خورد. حالش به هم خورد و دیگه همون که خب دکتر بیمارستان نشونش داد، اینا گفتن خانمت بار داره. گفتم نه بابا جان. هللویا. جلال برنامه است. آمین. 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 چون که رفتیم الکتروانسفالوگرافی و سونوگرافی اینها، گفتن بله 2 ماه بار داره. خدا شکر، تبریک میگم. من دارم عرض میکنم 2 ماه بار داره. هللویا، جلال برنامه است. اون در سن 45 سالگی خواهر مامونیر عزیز خانم باردار شد. هللویا، خدا رو شکر. خدا رو شکر. خانم مامونیر عزیزم هم از همینجا سلام میفرستم. ایشون مدتی مشغول درس خوندنشون هستن برای پی اچ دی. اسم من سمی هستش. آمین آمین آمین. خدا رو شکر. و خواب شما تعبیرش نه، به یاد بیاریم، فراموش نکنیم. وقتی که مرد خدا، وقتی که زن ایمان برای شما دعا میکنه، اینو بدونید. به طور خاص وقتی که رویایی میبینید، از اون شخص نبوتی میشه، با اون نبوت زندگی کنید. آمین. و مطمئن باشید خدا شما رو برکت خواهد داد. و خدا شکر برای قلب خوب خانومتون، قلب خوب خودت برادر عزیزم. آمین. آمین.
و خدا نام خودشو جلال میده. آمین. خدا وعده داده انجام میده و خوشا به حال آنانی که در این صبر وفادارانه بیستن. آمین. مانند شما. آمین. سپاسگزارم از گواهی که دارین برادر عزیزم. پس اگر مطلبی هست براش دعا کنیم. محمد رضا جان در خدمتتون هستم. اساس کنیم برای سلامتی فرزندتون که سلامتی خودم که بایپاس دارم، عملیات دارم، عمل بایپاس دارم. اگه لطف کنیم برام دعا کنیم که چطوری بشه که برای خدا من کاری نداره که اصلا نیازی به عمل نباشه با اینکه دکتر هر چقدر آمین هللویا آمین که آمین من ایمان دارم که برای خداوند هیچ کاری نداره. برافو. اسم همسرتون فرموده چیه؟ بتول گوشی خدمت. درود بر شما خواهر بتول. خدا رو شکر. درود بتول جان. درود خوبت خواهر جان. مرسی عزیزم. خدا رو شکر. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد دوستتون دارم. من ایران بودم خیلی زنگ می‌زدم به شما، اما تقریبا دو سال اومدیم ترکیه دیگه نشد، شماره نداشتیم از شما. آخ جانم جانم، سپاسگزاریم از اینکه تماس گرفتید. خواهش کنم بیاید. پس بطول جان میخوام برای نوزادی که خداوند بهتون داده که هدیه خداست، برای شکرگزاری برای شما و برای همسرتون محمد رضا جان دعا کنیم. هللویا خدای قدوس. هللویا هللویا پدر عزیزم، شکرگزار هستیم که کلام تو که اعلام میکنه حتی یکی از وعده های تو بر زمین نیفتاده و خودت اعلام کردی خداوند در نام تو بطلبیم تا به ما داده شود. خداوند سپاسگزاریم که عشقت رو به ما ثابت کردی بر روی صلیب. شکرگزار هستیم که خداوند ای پدر جان این باری که بر دوش ما بود که ما باید با اعمالمون تو رو راضی کنیم از دوش ما برداشتی و فیضت رو ای خدا بر دوش ما قرار گذاشتی، لطفت رو، محبتت رو. شکرگزار هستم ای خداوندا که محمد رضای عزیزم رو، بتول عزیزم رو چنین محبت کردی و ایمان دارم ای خدا این محبت ای خدای قدوس محدود نیست، تموم نمیشه و گسترده است. اینک ای خدا از تو میخوام دست حفاظت رو با خواهرم بتول باشه، با فرزندی که هدیه تو هست ای خدا باشه، دست حفاظت تو و سلامتی و شفای تو ای یهوه یایرا بر برادر عزیزم محمد رضای عزیزم باشه و تو او رو شفای کامل بده خداوند. تو در زمان عمل با او باش، تو شرایطش رو مهیا کن ای خداوند من. من ایمان دارم کار تو کامل است و این خانواده رو به کاملیت مهر و محبت خودت مبارک بخوان. و همچنین دعا میکنم برای عزیزانی که خدا بیننده این برنامه هستن، زنان ایرانی که خداوند تا به امروز نتوانستن صاحب فرزند بشن و از تو خدا فرزند خواستن، تو با فیضت به آنان فرزند بده. و ای خدا بینندگان ما که در ضعف جسمانی هستن، تو با فیضت در نام مسیح اونها را شفا بده. ممنون هستم، شکرگزارم و همه اینها را در نام مسیح میطلبم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید، همتون دریافت کنید. آمین. شما رو به دستان مسیح میسپارم. خواهش کنم. فیض خدا با شما باشه و با رویاها ها و آرزوهای دلتون. آمین. ممنون. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. سلام برسونین. حتما حتما. گزینش هستم. خدا حافظ جان. خدا حافظ. خدا شکر برای این ایمان های ساده و ایمان های خوب.